سلام و عرض ادب دارم به تک تک عزیزام که اینجا هستن. من این افتخار رو دارم که از اینجا واضح تر نگاهشون کنم، ببینم ایشون و همینطور عزیزانی که از طریق یوتیوب به ما وصل هستن. شالوم خداوند بر شما باد. خوشحالم که این افتخار رو دارم که یک بار دیگه با پیام خدا در خدمتتون باشم. مرسی برادر نور عزیز، واقعا ایمانی که ما داریم تا ابد باقی میمونه و همطور عیسی مسیح خداوند تا ابد الابد یک ابدیت با او هستیم و همینطور کلام خطا ناپذیر زنده و مؤثر خدا که تا ابد الابد تا ابدیت باقی است. آمین که امروز با دلهای شخص خورده با دعا، یعنی دعا کردین دلهاتون، زمین دلهاتون آماده است تا بذر نیکوی خدا جای خودشو در زمین دلتون پیدا کنه. آمین. تا ثمرات نیکو به بار بیاره. عزیزان وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، بارها و بارها ثابت کرده تاریخ که کلمات، واژه ها از طریق حتی انسان ها از چه نفوذ و قدرت بزرگی برخورداره، نیست؟ کلماتی که یکی از رهبران بزرگ نظامی به زبون میاره میتونه محرک بسیار عظیمی بشه تا سربازان اون کشور در اتحاد به فتح و پیروزی برسن. و همینطور برعکس، با اقتدار کلام یک فرمانده نظامی یک ملت، یک دولت میتونه به عمق تاریکی و ناامیدی فرو بره. اگر کلام انسان عزیزان اینقدر پرقدرته و چنین تأثیری در تاریخ در جهان گذاشته، چقدر بیشتر کلام خدا. آمین. کلام خدا عزیزان عظیمترین نیرو در تمامی کائناته. خداوند در اون صبح آفرینش گفت و شد. خداوند گفت، پا بر جا ماند، برقرار شد و پایدار شد و الان داریم میبینیم آفرینش خدا پایداره هر اتفاقی هم که بیفته. و کلام خدا عزیزان امروز قدرت داره، قدرت داره مثل یک بذر فساد ناپذیر در زمین دلهای پذیرا و فروتن کاشته بشه، پاشیده بشه تا ثمرات حیات، قدرت، بیداری، شفا تولید کنه، ثمر بیاره. باور دارین عزیزان؟ در سال 2009 در تجربه افتاده بودم که اگه بخوام در یک جمله از زبان کلام خدا، به خصوص داوود نبی در مزمور 55 این حس و این تجربه رو بیان کنم، این بود. در دفتر خاطراتم اینو نوشتم که دل من در اندرونم پیچ و تاب می‌خورد و ترس‌های موت بر من افتاده است. بیشتر از هر حسی در اون زمان یادمه که این روح ترس بر من غلبه کرده بود. حالا چه اتفاقایی افتاده اصلا نمیخوام تو اون قسمت برم، فقط مهم این بود که این ترس رو با تمام قدرتش، با تمام تاریکیش حس میکردم. در یک شبی که شدیداً منتظر رحمت خدا بودم که از این احساس آزاردهنده رهایی پیدا کنم، صدایی شنیدم، صدایی که بسیار ساده، بی ادعا، ولی در این حال مهیب، پرقدرت و پر از اقتدار بود که فقط در یک جمله خلاصه می شد: ای زن زوراور، یهوه خدا با توست. در حالی که این صدا منو بیشتر ترسونده بود عزیزان، اما ترسی از نوع دیگه، ترسای متفاوت داریم، نیست؟ یک ترس خدا بود که میفهمیدم یک نوع دیگه است و سعی داشتم
نشنیده بگیرم. حس میکردم که تو وهم و خیال رفتم. دوباره این صدا قاطع‌تر و رساتر در عمق وجودم شنیده میشد. ای زن زورآور، یهوه خدا با توست. لازم میبینم عزیزان قبل از اینکه جلوتر برم یک اشاره مختصر بکنم. اگه شبانی در تجربه میفته و پیامی رو دریافت میکنه، در وهله اول به خاطر بدن مبارکش کلیساست. اگر واعظی شبانی تأدیب میشه از طرف خداوند، به خاطر کلیساست، به خاطر بدن مبارکشه. اگر تسلی، اگر دلگرمی دریافت میکنه، فقط و فقط به خاطر کلیساست. اوایل که طفل بودم شاید خیلی شخصی برمی‌داشتم، ولی خداوند عمیقاً این درس رو یادم داد که همه چیز دور سر عیسی و کلیسای مبارک اون میچرخه و هیچ چیز زیاد شخصی بر ندارم. در اون شب صدای زنده و متحول کننده خدا نه تنها منو احیا کرد، نه تنها منو از اون گودال ترس بالا کشید و قوت بخشید، بلکه عزیزان تا به امروز مثل یک حائلی، مثل یک عصایی که به او تکیه میدم، محکم در هر تجربه، در هر سختی منو تا امروز نگه داشته. میخوام قبل از اینکه داستانی از طریق کلام خدا این دریافتم رو ادامه بدم، چون میخوام تمام توجه به کلام خدا باشه، به خود عیسی مسیح خداوند باشه، میخوام یه حقایقی رو روی شما عزیزان و همینطور عزیزانی که دارن میشنون اعلام کنم که خدا میتونه، خدای قادر مطلق میتونه از تویی که امروز اینجا نشستی و خودتو معمولی میدونی یا احتمالاً پر از ضعفی، پر از شکستی، پر از ترسی، خدا میتونه یک استفاده شایانی از تو بکنه. باور میکنی؟ چون که خدا متخصص، عزیزان تخصص عظیمی داره که از نیستی ها هستی ها برای جلال خودش و اهداف خودش به وجود بیاره. اینجا یه آمین جانانه داره یا نه؟ گفته شده زمانی آبشار نیاگارا بلاهای بسیاری رو بر دو سرزمین آمریکا و کانادا می آورد. زمین‌های بسیاری وسیع به خاطر این سیل فجیع که از آبشار نیاگارا می آمد، خیلی این زمین‌ها صدمه می خورد. یک روز یک مرد گفت اگه این آبشار نیاگارا اینقدر قدرت مخرب داره، پس حتماً یک قدرت سازندگی هم در او هست. برای همین از اون روز توربین ها و سطح ها ساخته شد و امروز میبینیم آبشار نیاگارا برق هر دو کشور رو چطور داره تأمین میکنه. وقتی پولس رسول که گناهکارترین و خشنترین مردی بود که مثل اون آبشار به کلیساها صدمه میزد، وقتی خداوند رو ملاقات کرد، وقتی خداوند رو لمس کرد، عزیزان تبدیل به یک مهره بسیار عظیم شد و اینکه کلیساها رو در طی اعصار هنوز که هنوزه توانمند کنه، احیا کنه، توانایی بدی کردن در خودش یک توانایی بالقوه برای خوبی کردن داره، توانایی ترسو بودن، توانایی بالقوه در خودش داره برای اینکه یک ایمانی جسورانه رو در خودش دیده بشه و به دیگران منتقل کنه، توانایی هرزگی و فکرای غیر اخلاقی در خودش، توانایی بالقوه برای قدیس بودن رو داره. ما مریم مجدلیه رو میبینیم عزیزان، ابتدا در معنای منفی او
چطور زندگی کرد. بعد در معنای مثبتش در خداوند چطور درخشید. محبتی که در گناه در پای مردها تلف می شد، به فراوانی به پای نجات دهنده ریخته شد. زنی گناهکار که بدل به قدیسی ثابت قدم برای محبت به عیسی و دیگران تبدیل شد. بدترین عزیزان و حقیرترین انسان‌ها توانایی بالقوه در خودشون داره که تبدیل به بزرگترین برکات بشه. باور دارین عزیزان؟ امروز این در مورد تو خیلی واضح و قاطع میتونه صدق بکنه. اما عزیزان، اما فقط یک جاست که این تبدیل صورت میگیره، جایی که مردان و زنانی وجود دارن که به ضعف خودشون واقفن. میدونم بدون خدا هیچن، مسکین در روحن و خودشونو در دسترس این منجی قیام کرده میذارن تا با قدرت روح القدس، با قدرت قیام خداوند برانگیخته بشن برای جلال خدا و اهداف خدا. برای همین ما خوانده شدیم. و همیشه در زندگی من و تو عزیز جان زمانی وجود داره، زمانی فرا میرسه که خودت شخصا بگی میخوام قبل از اینکه بمیرم، قبل از اینکه دفن شم، میخوام از خداوند که چالش هایی رو از طرف خداوند بپذیرم که فراتر از قدرت ذهنی منه، فراتر از قدرت احساسی منه، فراتر از اون هیجان های زودگذر منه. اون موقع وقتی خودتو اینطور تقدیم خدا میکنی، خداوند با قدرت روح القدس عجایب از زندگی شکسته من و تو خلق میکنه. آمین. خدا امروز دنبال اون یک نفر میگرده که به زندگی خودش نمیچسبه. این چند روز دارم تثنیه رو میخونم، توی دو تا باب فقط برکاتو میگه. کسی که به من میچسبه، کسی که به من میچسبه، کسی که به احکام من میچسبه. امروز دنبال یک نفر میگرده که به خودش نچسبه و به خداوند بگه اینک میایم این خداوند تا اراده تو رو به جا بیارم. مردی در کلام خدا وجود داره عزیزان که سالهاست انسانهایی مثل من و تو خودشونو خیلی واضح در تمامی ترسا، در تمامی ضعفا در اون دیدن، در اون راه رفتن و قوت عجیبی یافتن. داستان این مرد خدا که اسمش جدعونه در داوران میتونیم بعدم بریم بخونیم. داستان طولانیه که نمیتونم همه رو اینجا آیه ها رو بخونم. در داوران باب 6 7 8 خدا رو شکر که نمایش تصویری هم برای آیه ها نداریم. خیلی خوشحالم برای همین تمام تمرکزتون رو دارم، مثل اون موقع که این چیزا نبود و چقدر افراد رادارهای روحانیشون بیدارتر بود. کلام خدا میگه باب 6 از همون آیه 1 میگه قوم خدا به خدا، قوم برگزیده خدا به خدا گناه ورزیدن و خداوند اونا رو 7 سال به دست دشمنان سپرد. با دست خودش اونا رو به دست دشمنان سپرد. یاد دانیال افتادم. باب 1 خداوند ظروف مقدس و دانیال شدرک میشه یعبد نقو رو خودش با دست خودش به دست نبوکدنصر سپرد. خداوند اونا رو 7 سال به دست مدیان سپرد و قوم خدا از ترس این دشمن سرسخت 7 سال در غارها، ملاسها، کوها خودشون رو قایم میکردن. کلام خدا میگه دشمنانی بودن، تشبیه میکنه مثل ملخها که به مواشی اونا، گله اونا، خیمه های اونا چه خسارتی وارد میکردن. و 7 سال این قوم نزد خدا فریاد میزد ای خداوند، ای خداوند،
ما را از دست این ستمکاران رهایی بده. خود آقا جدعون از همه بیشتر وحشت زده بود عزیزان، پر از شکایت، پر از تلخی، خودشو از ترس، بیشتر از همه ترس بر او غلبه کرده بود. از دست این غارتگران خودشو در یک حفره پنهان کرده بود. کلام خدا میگه با چرخشت انگور داشت کاه رو از گندم جدا میکرد. متوجه هستی؟ متوجه عمق ترس این قهرمان خدا هستی؟ معمولا گندم رو در یک جایی وسیع میذارن که این سبوس باد بخوره، سبوس از گندم جدا شه. ولی او داشتن مکانی که چرخشت انگور بود این کار رو با گندم میکرد که فرشته خدا به سراغ او میره. در باب 6 آیه 12، ای مرد زوراور، یهوه خدا با توست. در ترجمه های جدید که معمولا نسل جدید با اون آشنا هستم، میگه این مرد زوراور، این مرد دلاور، خداوند با توست. میتونم خیلی عمیق بفهمم، انگار یه برق 220 ولتی به جدعون وصل کرده بودم. به اطراف نگاه میکنه، مرد زوراور، من کجام زوراوره؟ کجام؟ وضعیت من اینه. اونم عزیزا مثل من و تو به ضعفاش نگاه میکرد و شدیداً منتظر بود که از بیرون یک معجزه‌ای بشه، یعنی خدا معجزه کنه، نیست؟ ولی نمیدونست عزیزا، نمیدونست این حقیقت که خدا خیلی زمانها معجزه نمیکنه. نمیدونم الان در چه شرایطی هستی، نمیدونم در چه مشکلی دست و پا میزنی، فقط خیلی زمانها خدا برای تو معجزه نخواهد کرد، بلکه عزیزان خودتو تبدیل به یک معجزه میکنه. آمین. خدا از بکار بردن افراد مشوش، نگران، ضعیف هیچ مشکلی نداره. خدا میدونی با چه افرادی مشکل داره؟ و افرادی که خیلی چیزا رو حق خودشون میدونن و دائم فکر میکنن حقشون خورده شده و اصلا حقشون این نبوده که این بلا سرشون بیاد یا در این تجربه بیافتن. و جدعون بعد از این که در برابر صدای مهیب خدا خودشو پیدا میکنه، شروع میکنه خدا رو تحت تاثیر قرار دادن، یه جوری خدا رو زیر سوال بردن. بازم این من و تو تشویقتون میکنم بخونی، واقعا انگار خودتون جدعون هستین چون تمام حس او رو دریافت میکنی. با خدا شروع میکنی به حرف زدن. اولا قربون شکلت برم خدا جون، من اصلا زوراور نیستم، دیدی که در حفره داشتم چیکار میکردم، طایفه منم، اصلا خدا نمیدونست این داشت گزارش میداد، طایفه من اسمش منسیه، منسی هم که از همه توایف کوچکتره، تازه من نخست‌زاده نیستم که یه ارج و قربی داشته باشم، من کوچکترینم، اون تحت‌قاریه هستم. در ضمن اگر یهوه با ماست که من اصلا ندیدم، کجا هست اعمال دست او؟ کجا هست اعمال عظیم او؟ من فقط از زمان بچگی در داستان‌ها از پدر بزرگم شنیده بودم که تو چه کارایی کردی، ولی الان می‌بینم تو در واقع هیچ کاری که نکردی، هیچی، ما رو رها کردی. نه فقط ما رو رها کردی، بلکه به دست دشمن سپردی. عزیزان یه جوری هم درست میگفت، 200 سال بود از آخرین معجزه‌ای که خداوند کرده بود برای قوم عزیزش، 200 سال میگذشت. آخرین معجزه باز کردن رود اردن بود و از اون روز خدا در سکوت مطلق بود. چند نفر از ما عزیزان وقتی خدا سکوت میکنه در برابر دعاهای ما، مشکلات ما، خدا رو سرزنش میکنیم و میگیم خدا کجاست؟ من خیلی این کارو کردم.
خدا کجاست؟ کجاست اعمال دست او؟ به خصوص الان این وضعیتی که در ایرانه، چرا ویرانگران، متعصبین کوردل کشور متمدن ما رو، ایران ما رو، اون منابع غنی ما رو مثل ملخ‌ها غارت کردن؟ چرا؟ چرا ایران به این روز افتاده؟ و جدعون هم از این سوالا داشت و مثل من و تو فکر میکرد که الان باید با خدا یکی به دو کنه و یادش رفته بود، عزیزان یادش رفته بود که قوم خدا چطور خدا رو از صحنه زندگیشون کنار گذاشته بودن. مدت‌ها بود. جدعون یادش رفته بود که چطور قوم خدا اهمیت مرکزی پرستش یهوه رو از صحنه زندگیشون محو کرده بودن و به جاش داشت خدا رو مؤاخذه میکرد. و خدا رو شکر، البته دردناکه دارم میگم، که خداوند عزیزان تحت تأثیر قرار نمیگیره، تحت تأثیر نقنقای ما، تحت تأثیر اعتراضات ما قرار نمیگیره، تحت تأثیر اشکای ما، ناله های ما خیلی موقع ها قرار نمیگیره. ما در زندگی ایوب میبینیم، نیست؟ در زندگی ایلیا، نعومی، ارمیا، حبقوق، انگار خدا میگه جدعون، آقا جدعون من اینجا نیستم که درباره فلسفه درد و رنج دنیا با تو صحبت کنم، یکی به دو کنم، دلیل بیارم، برهانهای قاطع بیارم که چرا زمین نیکوی من به این روز افتاده. چون من ماهیتاً خدای توزیع دهنده نیستم، بلکه من خدای وعده دهنده هستم. آمین. برای همین در باب 6 آیه 14 خیلی زیباست، میگه آنگاه خداوند به اون نگاه کرد، حرفاشو گوش کرد، یعنی یه بچه که پاشو میکوبه زمین جلو پدر مادرش، حرفاشو گوش کرد و گفت ببین با همین قوتی که داری برو اسرائیلیا رو از دست دشمنان نجات بده. با همین قوتی که داری، با این قوت، خدا از کدوم قوت داشت صحبت میکرد؟ وضعیت جدعونو میدونین؟ خدا داشت چی میگفت؟ عزیزان خدا داشت از قوتی صحبت میکرد که جدعون داشت، از قبل داشت، قرار نبود که خدا به او قوتی بده. خیلی از ما خیلی چیزا داریم که نیاز نیست براش دعا کنیم، فقط باید بدونیم که اینو داریم، این نیروی بالقوه رو به فعل در بیاریم. افسوسیان باب 2 آیه 20 میگه الحال او را که قادر است بکند زیادتر از آنچه که ما بخواهیم یا فکر کنیم، دعا کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل میکنه. این معجزه است، نیست؟ در آیه باب 6 آیه 34 میگه روح خداوند جدعون رو ملبس کرد. میتونم با اطمینان بگم عزیزان، عمیق‌ترین و ساده‌ترین کشفی که هر مسیحی میتونه به اون دست پیدا کنه، مثل یه گنج که متوجه بشه که خود خداوند قوت ماست، روح القدس در ماست، روح القدس بر ماست. مهم نیست تو کی هستی، مهم نیست که چه مشکلایی داری، مهم اینه که خدا کی هست. خدا، این یهوه خدا که خدایی نیست مثل یهوه، چقدر در زندگی تو قادر مطلقه. و جدعون به محض اینکه دوزاریش میفته یک مذبحی برای خدا بنا میکنه از نداشته های خودش. عزیزان گفتم که دشمن تاراج برده و تمامی مواشی اونو، یه بزغاله میاره و مقداری نون میاره، نان فطیر، و مذبحی به نام یهوه بنا میکنه، این قربانی رو میذاره اونجا. و کلام خدا میگه اول که مذبح سمبول چیه؟ سمبول وقف، تسلیم، سرسپردگی. و کلام خدا میگه به محض اینکه خداوند این وقف و سرسپردگی رو میبینه،
که هر اون چی که داشت به خداوند تقدیم کرد. میگه که آتش خداوند میاد و تمامی اون قربانی رو میبلعه. ما در عهد جدید گاو و گوساله تقدیم نمی کنیم، قربانی نمی کنیم. در رومیان باب 12 آیه 1-2 میگه خودمون رو مثل قربانی تقدیم خدا بکنیم که این عبادت معقول ماست. و وقتی که عزیزان خودمون رو مثل قربانی روی مذبح میذاریم، در اون خلوتگاه یه چیزی پیش میاد. گاو و گوسفند نیست که خداوند بیاد به بلعه، نیست. میدونی چی رو میبلعه؟ میدونی چی رو در ما میسوزونه؟ تمامی اون منیت رو که جلوی دید روحانی ما رو گرفته. هر آنچه که در زندگی ماست که از خدا عزیزتره، هر بتی که به چسبیدیم، اونجاست که خداوند چشمای دل ما رو باز میکنه. جدونم اینجور شد، تا چشمای دلش باز شد بعد از اون تقدیم و سرسپردگی خدا رو دید. بابا فرشته خدا نیست. در عهد قدیم هر جایی که فرشته خدا میگه، محققین یه اسم الهیاتی دارن میگن تئوفانیه، یعنی تجسم عیسی مسیح، تجلی عیسی مسیح قبل از تجلی اون. و اون متوجه میشه که خداست. وای خدا رو دیدم. همین الانی که بمیرم خداوند میگه نترس، سلامتی بر تو باد. هللویا. و جدعون دوباره در اونجا چون میدونه کجا قرار گرفته، با قدرت خیلی عظیمتر یک مذبحی میسازه و اون مذبح رو یهوه شالوم اسمشو میذاره، یعنی خداوند آرامش است، خداوند سلامتی هست. یهوه شالوم. عزیزان عمیق‌ترین مکاشفه‌ای که خداوند به جدعون داد، خدای سلامتی من، خدای صلح من، خدای همه نیازهای من، خدای رفاه و تندرستی من، خدایی که کنار نیازهای من ایستاده. و بعد از اون ملاقات که خداوند می‌بینه ظرفیت جدعون بالا رفت، یک فرمان قاطع و برنده صادر میکنه. جدعون مذبح بر رو بشکن. این بت منفور که اهمیت خدا و پرستش رو در زندگی قوم مقدس و خاص من محو کرده، منهدم کن. عزیزان میخوام بدونین واقعا این فرمانی که خدا داده وقتی بهش نگاه میکنی و به اون فضایی که اونجاست، به اون فرهنگی که حاکم اونجا نگاه میکنی، واقعا یک فرمان بی نهایت ترسناکه. من فکر میکنم حتی از فرمانی که خداوند به اشعیا داد این فرمان ترسناکتره. چون پدر جدعون که اسمش یوآش باشه، یک یهودی اصیل بود، ولی انقدر که سازش کرده بود با دنیا، با بت، حتی نوشته از بت بل انقدر که تمکین کرده بود، انقدر که اطاعت کرده بود، یوآشو کرده بودن کاهن بل. واقعا شرم نیست؟ چقدر انسان میتونه از اوج عزت به حضیض ذلت فرو بریزه وقتی از خدا فاصله میگیره؟ و جدعون باید برخلاف ایمان پدرش که سلطان خانواده بود میستاد. میتونیم بفهمیم چه فرمان ترسناکی بود و چه کاری رو باید جدعون میکرد؟ و بعد از اینکه لبیک میگه، به هر حال بازم اونجا تقلاهایی هست اگه بخوام توش برم، خیلی زیباست، فقط تو این وقت محدود ما نمی گنجه. وقتی که لبیک میگه و اون بت بر رو سرنگون میکنه، در باب 6 و 7 با قدرت تر روح خدا جدعون رو ملبس میکنه و جدعون شروع میکنه به نواختن کرنا برای اعلان جنگ با دشمنان. دشمنانی که 7 سال قوم رو اسیر کرده بودن و تمام قوم از اونا میترسیدن. و کلام خدا میگه صبح زود 32,000 مرد
عزیزان که خودشون رو قایم کردن پشت جدعون میستن، برای اینکه با این مدیان قارتگر ستیز کنن و اونا رو شکست بدن. یعنی این قابلیت رو دیگه در خودشون میدیدن و خدا از کابینه الهی خودش این 32,000 جمعیت رو میبینه و میگه جدعون ببین یه چیزی بهت میگم، هر کی که ترسیده به خونه روانش کن. وقتی این قسمت رو خوندم یاد تثنیه باب 20 افتادم، بازم بریم بخونیم. نوشته بالاش دستور عمل برای جنگ های خدا، من بالاش نوشتم بغلش بهای شاگردی. اونجا خداوند میگه وقتی در جنگ های خدا میای، کسی که ترسوه و ضعیف دله به خونش برگرده. چرا؟ چون گفته مبادا دل برادرانشو ضعیف کنه. چرا عزیزان؟ چون در ارتش خدا جایی برای ترسوها وجود نداره. 10,000 نفر از اون 32,000 نفر 10,000 نفر ضعیف دل خدا رو شکر به خانه های راحت و امن خودشون روانه شدن و خدا دوباره از آسمان خودش نگاه کرد و گفت جدعون هنوز زیادن. جدعون قوم رو نزد آب ببر تا ایشان را برای تو بیازمایم. و جدعون همه قوم رو نزد آب میبره. میگه کسانی که مثل سگ زانو میزنن و آب رو میلیسن، دهانشون رو در آب میبرن، اینا افرادی هستن که در زمان جنگ پشتشون به دشمنه و دهانشون در آب، روشون به آبه. برای همین اینا باعث شکست قوم میشن. اینا رو به خونه بفرست. این افراد هستن که قوم رو به طرف شکست سوق میدن. فقط کسانی رو انتخاب کن که دست به دهان آورده آب بر میدارن و با دست آب مینوشن. از علامت افراد هوشیار و بیدار که در حالی که آب مینوشن مواظبن که در اطرافشون داره چی میگذره. این افراد مشتاق کار خدا هستن. این افراد مشتاق پیروزی قوم خدا هستن. باب 7:8 میگه شمار آنانی که دست به دهان بردن، آب نوشیدن و مراقب و هوشیار بودن چند نفر بودن؟ دیگه همه میدونن. 300 مرد بودن. 300 نفر عزیزان با اون همه دشمنان و غارتگر و مور و ملخ که 10 برابر 32,000 نفر بودن و خدا با اون اقلیت عظیم و باشکوه و غیور، عزیزان چه پیروزی عظیمی برای خاندان ذلیل منسی و قومی که 7 سال در فلاکت زندگی میکردن به وجود آورد، به بار آورد. چی میخواد کلام خدا به ما بگه عزیزان؟ که پیروزی بستگی به قدرت ما نداره، به ضعف و ترسای ما نداره، به تعداد نفرات نداره. پیروزی فقط و فقط به قوت خدا و وفاداری و اطاعت اقلیتی که خودشونو سپردن به خداوند. و خدا به دنبال افرادیه که ضعف خودشونو با خبرن، میدونن و بلدن مثل جدعون. حتی قبل از اینکه بعد از اینکه خدا رو ملاقات کرد ترس داشت، میگفت شب میرم بلو میشکنم و خداوند اونو در کرد. و خدا دنبال این افراد میگرده که حتی اگه پس مونده های ترس توشونه، ولی با همین ترسا کرنای ایمانشونو به صدا در بیارن. آمین. اون شیپور ایمانه وقتی به صدا در میاد نمیذاره این چیزهای منفی رو بشنویم. عزیزانم، خواهر و برادرانم، بگذاریم خدا ما رو به کار ببره.
مخصوصا در این ایام آخر، چون همگی ما اگر صادق باشیم هیچ هستیم، یک هیچ عظیم بدون قدرت روح القدس، پر از ترس، پر از درماندگی، پر از محدودیت، حتی در زندگی شخصی خودمون. عزیزان آمین داره یا نه؟ آمین. کسی هست که فکر کنه قدرتی داره که بتونه در تاریکی خودش چراغ بیافروزه؟ هیچ کس نمیتونه. در آخر عزیزان، داستان جدعون حکایت مردیه که باران مصائب بر سر او باریده بود. مصائب بیرونی چی بود؟ مدیان، اون دشمنانی که مثل ملخ بیشمار بودن. همینطور مصائب درونی، اون دشمنان نادیده چی بود؟ ترس، خودکمبینی، تلخی، ناامیدی از خدا، تمام اینا مثل بارون بر سر او باریده بود. ولی وقتی صدای خدا رو شنید، در آخر می‌بینیم وضعیت به ظاهر مخالف، به ظاهر همه چی به هم ریخته و شکست خورده بود، این قوم چه برکت عظیمی، چه غنایم عظیمی نصیبشون شد. آمین. امروز عزیزان چند گروه رو میخوام به جلو دعوت کنم و ایمان دارم که این اراده خداست و هر کس که گوش دارد میشنود که روح به کلیسا داره چی میگه، هر کس که گوش دارد این دعوت خدا رو متوجه میشه، میگه کسایی که روحانی هستن صدای روح رو میشنون. امروز میخوام افرادی رو به جلو دعوت کنم که احتمالاً ذخیره سوخت روحانیشون داره ته میکشه، مثل جدعون نیست، و مشتاق روح خدا هستن و میخوان همطور که جدعون رو مثل یک ردا پوشوند روح القدس، میخواد خداوند، میخوان واقعا این اشتیاق رو دارن در این ضعفا روح القدس بر اونا بیاد. روح القدس وقتی بر ما میاد عزیزان، ما رو تحت تملک خودش قرار میده تا در هر وضعیتی عزیزان بتونیم کرنای ایمانمون رو به صدا در بیاریم، و این ایمانه که درها و دروازه ها رو باز میکنه. و گروه بعد کسانی رو میخوام جلو دعوت کنم که مشتاقن با فروتنی آن چیزی که خدا نشون میده، آن بتایی که در قلبشونه، در زندگیشونه، روی مذبح بذارن. وقتی ما بتامونو میذاریم انگار یه مکانی آماده میکنیم که خداوند بیاد اون ضعفا، اون بتا رو از بین ببره. افرادی رو میخوام به جلو دعوت کنم که میخوان زندگی حقیقی و تاثیرگذار رو در روح القدس، در قدرت روح القدس تجربه کنن. همطور میخوام افرادی رو به جلو دعوت کنم که خسته شدن، واقعا خسته شدن مثل جدعون. از بس شنیدن خدا چه کارایی میکنه، خدا چه معجزاتی میکنه، الان این بیماری رو شفا میده، این در بسته رو باز میکنه، ولی هیچ کدوم از اینا رو راحت بگم تجربه نکردن. فقط انگار وعده سر خرمن بوده براشون و خسته شدن. خداوند میگه بیا جلو، بیا جلو، این خدایی که قوت توست، که خودتو میخواد تبدیل به یه معجزه کنه تجربه کنی. و همینطور میخوام افرادی رو به جلو دعوت کنم که دشمنانی در خانه آنها زندگی میکنه. عزیزان، دشمنانی سرسخت، دشمنانی غارتگر، دشمنانی که گاهن مثل ملخ فراوونن. در میکا باب 7 همجور در متا باب 10 میگه دشمن شخص، هر شخص اهل خانه اوست. تمام اون اندیشه های منفی که سالهاست تمام منابع روحانی ما رو، شادی ما رو، امید ما رو غارت کرده، این اندیشه های منفی که میاد این بختک روی ذهن ما و زندگی ما جا خوش میکنه، خداوند میخواد اینا رو با آتش روحش، ایمان دارم که بسوزونه، از بین ببره این دشمنانی که از همه سرسخت‌ترن، حتی از دشمنان بیرونی، تا تو معجزه‌ای در دست خدا
برای رهایی خودت و رهایی قومت باشی. آمین. و در آخر برای جلال خدا، برای اهداف خدا. عزیزان، پاستور یه سرود عالی خداوند بهش داده که میخوام همینطور که این سرود رو، در واقع این سرود به من الهام بخشید که برم تو 2009 و دوباره این یه کلام آماده کنم، چون بعضی از موعظه ها تأثیر از اون کلام خدا برمیداره. همطور که این سرود رو میخونن ایشون، میخوام دعوت کنم از این 4 گروه، نمیدونم بودن 5 گروه، به جلو بیان، با ایمان به جلو بیان. همطور که به جلو میام، من یک دعای کوتاه میکنم و پاستور این سرود رو میسرایند. و میخوام با این سرود، عزیزان، مثل یه دعا در قلبتون باشه وقتی میان در جلو. جلو اومدن شما یعنی خداوند، من باور میکنم، من ایمان دارم و میخوام دریافت کنم. جلو اومدن شما یعنی که داری فروتنی تو به خدا اعلام میکنی و فروتنان فیض بخشیده میشه. کلام خدا اینو میگه. چشمای خودمون رو یه لحظه میبندیم. ای خداوند، خدایی که مهیا کننده اهداف خودت هستی، مهیا کننده جلال خودت هستی، مهیا کننده راه‌های خودت هستی. یهوه یارا، یهوه شالوم، خدایی که چشمای تو همین الان تردد میکنه در تمامی کلیساها، در تمامی قوم برگزیده تو، در هر جایی که هستن، اگه در خانه هاشون هستن، این چشما تردد میکنه، این چشما مشتاقه که افراد سرسپرده، افرادی که با تمام ضعف ها، ترس ها، حتی شاید خیلی چیزا براشون مبهمه، متوجه نیستن، فقط در ایمان قدم میذارن، میان جلو و میگن اینک خدا، من آماده هستم تا اراده تو رو به جا بیارم. میخوام کانالی باشم، وسیله باشم برای اهداف تو. خداوند دعا میکنم در نام عیسی مسیح. خداوند، خیلی مقام و بت‌هایی در زندگیمون داریم، اولویت‌هایی هست که بهش عادت کردیم، مثل خود من که بارها نشون دادی ولی نمیدونیم و بهش خو کردیم. خداوند دعا میکنم هر کسی که به جلو میاد، خداوند، اگه دشمنی در زندگی اوست، از ذهن اوست، خداوند، این به خصوص اون اندیشه های منفی، اون گفتمان های منفی که ایمانو میدوزه، این شیطان که به وسیله ذهن ما اونجا جولانگاهی داده که تردد کنه، که ایمان ما رو، شادی ما رو، امید ما رو، جسارت ما رو، شجاعت ما رو در زمانهای آخر بدوزه. فقط اعلام میکنم که عیسی، تو امروز اومدی که قوم تو حیات بیابن و آن را فراوانتر حاصل کنن. دعا میکنم که خدا، و هر بیدار دلی که جلو میاد، آتش تو بر تمامی این دشمنان قرار بگیره، همطور که اون قربانی جدعون رو بلعید سوزان، این آتش فرو برنده تمام اون چیزهایی که در ما سوخته بشه، تا واقعا اون زندگی حقیقی رو، مؤثر رو در تو تجربه کنیم. خدایی که مهیا کننده راه‌های خودت، مهیا کننده جلال خودت، از طریق افرادی هستی که سرسپرده تو هستن. دلی بیدار عطا کن، دلی مشتاق عطا کن. ای خداوند، شکرت که امروز هم ایمان دارم سخن گفتی و در کلامت گفتی کلام من به زمین نخواهد افتاد، بلکه به مقصد میشتابه، برای آن هدفی که دارم انجام خواهد داد. شکرت که تو حاکمیت رو در دست داری، چون در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای خداوند بگه آمین. دعوت میکنم عزیزان به جلو بیاین. یه لحظه میخوام قبل از اینکه بیاین جلو، میشه این سرود رو با هم بخونیم، بعد از این بتونیم بیاین جلو، چون
باشیم. و خیلی بار من شنیدم که افرادی هستن که میگن که خداوند بیا این چیزا رو برای از من بردار. و خداوند امروز میخواد بگه که تو این بت ها رو ساختی و تو هم باید این رو خراب کنی. بت پول، بت موفقیت و هر چیزی که ما ساختیم تو زندگیمون، مهم اینه که این تصمیم رو بگیریم خداوند هر چیزی که من ساختم خداوند من خراب میکنم، من همه چی رو برال میشکنم و تو رو میخوام. این سرود رو من ننوشتم بلکه ترجمه کردم، با هم بخونی و بعد از این میتونی بیای جلو. همه چیز را سپارم، هر فکر احساس و شکم، من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. همه چیز را ها کنم، هر سود و تاج و فخرم، من تسلیمت هستم. حضور تو بیاریم خداوند، همه چی رو میخوایم به تو بسپاریم خداوند. همه چیز را سپارم، هر فکر و احساس و شکم، من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. همه چیز رها کنم، هر سود و تاج و فخرم، من تسلیمت هستم. مکانیم و حیا کنم، به عمل آور کارایت، به عمل آور کارایت. مکانیم و حیا کنم، به عمل آور کارایت، به عمل آور کارایت. تمام زمین سنتم را فرو ریزم، دیوارای مذهبم را بشکن، نقشت عظیم تر راهایت بهتر، بشکن هر چیز را که تو را محتوب کنند و تو را از من خواهد جدا کنند. نقشت عظیم تر راهایت بهتر، تمام زمین سنتم را فرو ریزم، دیوارای مذهبم را بشکن، نقشت عظیم تر راهایت بهتر، بشکن هر چیز را که تو را معتوب کند و تو را از من خواهد جدا کند. نقشت عظیمتر راهایت بهتر، مکانیم و حیا کنم، به عمل آور کارایت، به عمل آور کارایت. مکانیم و حیا کنم، به عمل آور کارایت، به عمل آور کارایت. رها کنم، تنها تو را میخواهم، من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. همه چیز رها کنم، تنها تو را میخوانم، من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. میتونی ندام بیا این جلو که خدا من شما رو هدایت میکنه، روی خدا هدایت میکنه. نمیتونه که نصری گفت مطلبا میتونی بیاییم
این دعا خداوند همه چیز را رها میکنم. آمین آمین. من هم تو خادمین دعا لطفا جلو بیام. چیز را کنم تنها تو را میخوانم. من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. همه چیز را کنم تنها تو را میخوانم. من تسلیمت هستم، من تسلیمت هستم. چیزی که تو رو وابسته کرده، امروز هم خداوند به تو هم میگم، اینطور که کلام رو شنیدیم، ای مرد ای زن زورآور، یهوه با توست. تصمیم بگیر کی رو، کدوم خدا رو میخوای بپرستی و دنبالش بری.